و حال با خود بانو فوزیه سیدزاده را داریم، یکی از مدافعین حقوق خبرنگاران. سلام، صبحتان بخیر بانو فوزیه، خوش آمدین به برنامه. سلام عرض ادب حضور شما و حضور هموطنان عزیز ما، تشکر، سلامت باشین. بسیار خوب، سلامت باشین، تشکر از شما همچنان. میخواییم سوال را از اینجا آغاز کنیم بانو فوزیه، کوتاه در مورد خود بگوین، از کجا شروع کردین، از کدام سال فعالیت را در این مورد؟ ما تقریبا مدت 7 سال تجارت کردم. بله. البته بیرون از کشور. بسیار خوب. و 3 سالم میشه که مبارزه میکنم. یک مدتی هم خبرنگار بودم خودم. فعلا هم که سارنوال هستم ولی به هر حال نی. همچنان مدافع حقوق زنان، مدافع حقوق البته نیروهای امنیتی و دفاعی، مدافع حقوق خبرنگارا، چون بالای حقوق خبرنگارا بیشتر و بیشتر کار کردیم. البته در کل مدافع حقوق جوانا کار میکنم. در ضمن نماینده سیاسی داریم که در 34 ولایت کار میکنه و همچنان نهاد است که بیشتر اوقات بالای امداد رسانی و بالای فامیلای بی‌وضعیت کار میکنه. بسیار خوب، ما هم آرزوی موفقیت میکنیم براتون و ما میاییم در قسمت خبرنگاران یا حقوق خبرنگاران. خب میشه بگوین که مدافعین حقوق خبرنگاران تا حال چه کارهایی انجام داده برای دفاع از حقوق خبرنگاران؟ متاسفانه ما و شما شاهد هستیم که یگانه دستاورد که ما و شما در دو دهه داشتیم فقط آزادی بیان بوده، رسانه ها بوده و خبرنگارا بوده که بیشتر خبرنگارا بوده که انعکاس میداده تمام موضوعات داغ و روز در افغانستان و از هر موضوعی که بوده. ولی این دهه اخیر و خصوصا سال 1399 بدبخت‌ترین سال و سیاه‌ترین سال برای خبرنگارا بود که ما بالاتر از 20 خبرنگار از دست دادیم و بیشتر از 50 خبرنگار از افغانستان فرار کردن، بیشتر از زیاد بقیه اوناس بودن. هنوز هم در حال فرار هستن که حتی بعضی از کارهای خودم هم که در روزهای بسیار نزدیکی از افغانستان رفتن به طرف کشورهای ازبکستان و هم تاجیکستان فرار کردن. ولی مدافعین حقوق خبرنگارا که ما میبینیم هیچ کار برای زیاد امروز انجام ندادن، به خاطر از اینکه اگر کار برای زیاد انجام میدادن حداقل ما شهدایی که ما در ایران داشتیم تا امروز قاتلینش باید به جزایش میرسید و حتی تا هنوز قاتلین زیاد دستگیر نشده. اگر شده هویتش معلوم نیست، کیست، از کجا است، آیا واقعا قاتلین یا هست یا نیست. ولی هیچ کاری در این عرصه برازیا تا هنوز کار بنیادی که باید صورت گرفته باشه صورت نگرفته. بسیار خوب، شما و تیمتان به عنوان خب شما هم حالا از جمع همین مدافعین میرین، چه کارهایی تا حالا در این مورد انجام دادیم؟ ما بیشتر بالای حقوق خبرنگارای زن کار کردیم. اینا بیشتر و بیشتر آسیب پذیر هستند. ما سمینارای برای زیاد داشتیم، خشونت ها، تجاوز های جنسی و بیشتر و بیشتر خانمایی که بر خب ما و شما در پایتخت هستیم ولی نمیفهمیم در ولایات چی جریان داره. اکثرا اونجا خبرنگارای بسیار زیادی ما و شما داریم که کار میکنن ولی خبرنگارای ما که میرن به خاطر تهیه خبر به بعضی جایهایی که مقامات هستن، بعضی جایهایی که زورمندا هستن، مورد تهدید صورت میگیره، خشونت علیشان صورت میگیره که چون کشور ما یک کشور سنتی هست به این خاطر طبقه اونا سر بدبختی که سرش بیه صدای خدا نمیکشه. چون متاسفانه. اگر متاسفانه ولی من همیشه میگم برعکس، باید ما حقوق خدا بخوایم، صدا بلند بکنیم، هیچگاه شرم نباید داشته باشیم. اگر خشونت باشه برای زن و مرد یکسان است، اگر خدای نکرده بدنامی باشه برای زن و مرد یکسان است. ولی طبقه اونا ما از نام خود میترسه، از فامیل خود میترسه که مبادا اگر ما بیایم این موضوع را به خانواده شریک بسازم، اول خانواده برای ما میشه و دومی که جامعه دوباره نمیگذاره که ما روی خدا برکت نشان بتم. روی از اینا هیچگاه نمیخواین و چیزی که برایشان صورت میگیره افشا بکنن. ولی ما نخواستیم، ما همیشه بر از سمینارهایی داشتیم، آگاهی دهی داشتیم که در این عرصه خود ما از طرف سفارت بریتانیا یک سرتیفیکت دارم که برام دادن در این عرصه، چون گفتیم که هر موضوعی که میشه باید اینا چی کنن، به اشتراک بگذارن به مردم و از قانون بخواین که از حفاظت بکنه و دومی که چگونه میتونن خودشان از خودشان محافظت بکنن. روی از این ما سمینارهای برازیا داشتیم و میایم در قسمت خبرنگارا. در رابطه با مسئولیت خبرنگارا یک پروسی خیلی کلان داریم چون این کار خرد نیست، ما حکومت نیستیم، ما یک نهاد هستیم. برای ما بسیار زیاد مشکل است زمانی که یک کار از طرف یک نهاد دولتی صورت میگیره، اونا تمام امکانات دارن، برازوا هیچ مشکل نیست، امکانات مالی دارن، امکانات امنیتی دارن، برشون هیچ فرق نمیکنه، خارجی و داخلی یاری ما میکنه.
ولی زمان اگر میایم سر یک نهاد، نهاد اگر میخوای مایه بکنه، نهاد یک بخش بسیار کوچکی است که ای به امکانات ضرورت داره و زمانی که یک کار پلان گذاری میکنه باز یک مدت در بر میگیره که تا ما نتیجه از این به دست بگیریم. فعلا که ما بعض افغانای ما که در خارج از کشور بوده امراشان صحبت کردیم، خیلی افغانای خوب ما داریم که اینا هم خیلی وطن دوست هستند، کوشش میکنن که جوانان را حمایت بکنن. یک برنامه خیلی خوب ما برای مسئولیت خبرنگارا داریم، ان شاءالله که به نتیجهش رسیدیم شما را هم به جریان میمونیم. بسیار خوب بانو سید زاده، خب شما هم حالا یک از مدافعین یا فعالان حقوق خبرنگاران هستین و قسمی که یادآور شدین، سالهای اخیری که ما داشتیم تا سال 2021 سال خوبی برای خبرنگاران نبود. بله. دلیل این ترورهای هدفمندانه چی میتونه باشه از دید شما؟ بدبختانه ما داریم نداریم یک آزادی بیان داریم که متاسفانه کشور ما اگر ما از حقیقت نگذریم فعلا کشور مافیایی شده که این حقیقت هیچ کدام ما نمیتونیم پنهان بکنیم. همه مافیا هستن و بنابر کوشش میکنن که صدای خبرنگار را خاموش بکنن و خبرنگار طبقه ای است که در عمق موضوع دخیل است و هر موضوعی که باشه کوشش میکنن که موضوع را خوب ریشه یابی بکنن، بررسی بکنن قضیه در کجاست، کیها در قضیه دخیل هستن و خبرنگار به هر نوی، هر واقعی که باشه، قضیه که باشه، ایره پیدا میکنه ریشه‌ش. به همین خاطر اینا کوشش میکنن صدای خبرنگار خاموش بکنن و خصوصا در این اواخر گروه تروریست ها که یا میخواین خبرنگارا را به شهادت برسانن و صدایشان خاموش بکنن، اینا به نوع میخواین که یک طبقه روشن فکر جامعه را، یک طبقه فعال و مطرح جامعه را ترور بکنن تا این خبرساز شوه و این موضوع، چون افغانای ما خیلی آسیب پذیر هستند، ما میبینیم که به نوعی متضرر میشن، چون یک جوان افغان به شهادت برسه طبعا که همه خانواده های افغان جگرخون میشن. به این خاطر یا میخواین که سر روح و روان مردم کار بکنه و مردم کوشش بکنن که یا فرار از وطن شون یا هم به خواسته های وا تسلیم شون یا هم که میخواین نسل آینده را به نوعی گمراه نگاه بکنن، کور نگاه بکنن، اینا تحصیل نکنن، درس نخوانن تا اینا بتونن به اهداف شوم خود برسن. تا ما و شما آگاه باشیم و نسل آینده آگاهتر از ما می باشه، تا ما و شما تحصیل بکنیم، آگاهی ما بیشتر باشه، معلومات ما بیشتر باشه، اجازه ما نمیتیم که هیچ گروهی موفق شود در افغانستان، ولی به این خاطر اینا نمیخواین که با ایت یک جوانای سردچار شوند که مانی اهداف شوم از یا شوند. بسیار خوب، و شما چقدر موفق بودین در این کارتان، چقدر توانستین صدایتان را به گوش مسئولین برسانین، صدای در واقع خبرنگاران را، و چقدر اونا همراه شما همکاری دارد این بخش؟ متاسفانه فعلا ایجورگانی با ما همکاری نداره. ما کوشش کردیم که به سطح ولایت، به سطح وزارت، به سطح شورای امنیت ما امو صدای خبرنگارا را برسانیم و برشان بگوییم که ما چی مشکلات داریم در زندگی خبرنگارای ما، چی مشکلات داره. از طرف مسئولین اجنه و حمایت صورت نگرفته. بدبختانه اگر حمایت صورت میگرفت خب حداقل وزارت امور داخله و ارگانهایی که مسئولین هستن، مسئول هستن در این رابطه، اینا باید بفهمن که چه کارهایی باید به خبرنگار صورت بگیره. اگر صورت میگرفت خبرنگار حمایت میشد، امروز ما نمیتونستیم هر خبرنگار از دست بدیم و فعلا میبینیم که جوان خیلی ورزیده، خیلی شجاع، خیلی زیبای خود نعمت الله روان ما از دست دادیم که همکار بسیار نازنین و خوب ما، واقعا زمان ما یار از دست میتیم. ما فکر میکنیم یک روز به خانواده ما هستن. بله. اجگاه ما فکر نمیکنیم اینا کسی هستن که شاید یا خبرنگار باشه یا دیگه چی خبرنگار باشه، چی نیروهای امنیتی دفاعی باشه، ولی اینا عضو بدن ما هستن. بله. هموطن ما هستن، مثل فامیل ما هستن. ما نمیخوایم اینا را از دست بدیم. قرار اونا هم قرار گزارش آمار مطبوعات وزارت مالیه بودن، فکر کنم اشتباه نکنم، ولی با وجود اینقدر امکانات زمانی که ما امی صحنه قضیه را دیدیم، اینا خودشان کاملا در موترشان تنها بودن که ترور شدن. اگر تنها نمی بودن حداقل یک محافظ امرای خود می داشتن یا دو محافظ می داشتن، اجگاه چنین حالتی به سرشان نمی اومد. ولی متاسفانه با وجود که یک جوان خبرنگار ما، رسانه‌ای ما که در رأس حکومت قرار داره، بله، او هنوز بدون محافظ است، بدون حمایت است، تنها است، ترور میشه. ولی خبرنگارای دیگه که تنها خبرنگار هستند و هیچ آدرس دیگه اینا در هیچ آدرس دیگه نیستن، خطبا دیگه ما میبینیم که تا هنوز برازیا هیچ صورت نگرفته. بله. وزیر صاحب که تازه تعیین شدن، وزیر صاحب حیات الله، روز پنجمش بود که ما با رئیس و شورای ژورنالیست‌ها پیشینا رفتیم.
اولین خواست ما از یامی بود که شما چی برنامه‌ای برای خبرنگارا دارین و حمایت میکنین خبرنگارا را، نمیکنین برای مسئولیت از یا برای حفظ جان از یا فامیل از یا، شما چی پلانای روی دست دارین؟ ولی خوشبختانه حرفای خوبی ما از یا شنیدیم که اونا خیلی با الفاظ شیرین گفتن که خود ما هم یک خبرنگار و یک جامعه مدنی بودم که به یادرس آمدیم، ولی من دوست دارم که خبرنگارا را تشویق بکنم، خبرنگارا را حمایت بکنم و من در کنار شما قدم به قدم هستم، ولی تا هنوز ندیدیم که کدام کاری انجام داده باشن، اما وعده کردن. بانو فوزیه، واقعا این کارتان قابل قدر هست و همچنان خبرنگاران بدون شک صدای رسای مردم هست. بله. و متاسفانه قسمی که ما و شما شاهد بودیم، قتل های بسیار، ترور های بسیار صورت گرفت در ولایات و همچنان در مرکز. حالا چقدر پرونده های این خبرنگاران من که ترور شد بررسی میشه و آیا شما همچنان پرسش داشتین از حکومت؟ چقدر اطلاع دارین از این موضوع؟ تا امروز امی پرونده خبرنگارای ما به شکل دقیقش باید بررسی شوه که نشده. اگر بررسی میشد خب باید به اشتراک میگذاشتن که مردم هم میفهمیدین واقعا فلانی ده فلانه کس ترور کرده، از فلانه آدرس ترور شده و امو قاتلین هم باید به جزای اعمالش برسه. زمان که ما میبینیم امی شخصی که قاتل است ترور میکنه و قضیه از یام پیگیری نمیشه شفاف، امی نهادهای بین المللی هم که برای حمایت از خبرنگارا هستن، اینا هم فقط یک تقبیه میکنن، یک صدای بلند میکنن شعاری که ما نمیخوایم چنین عمل انجام شوه، ولی در عمل چیز نیست. این واقعا سر روحی دیگه خبرنگارا تاثیر میکنه، خیلی تاثیر میگذاره که شاید اگر ما تا بودیم هستیم، روز که نبودیم کس دیگه در قصه ما نیست. و بدون شک بله. از نظر شما این میتونه که یعنی دلیل گنگ بودن این پرونده ها چی میتونه باشه؟ به خاطر که قسمی که ما شاهد بودیم از حالا ده پرونده، فرض کنه یک پرونده هم دلیل قتل یا ترور یک از خبرنگارا هم مشخص نیسته، از نظر شما چرا؟ ما میتونیم این موضوع را بگوییم که یا تا هنوز قاتلینی از این دستگیر نشدن، یا هم که آزادی بیان، رسانه ها و خبرنگارای ما ارزشی نداره بر از حکومت یا نظام که نمیخواین پیگیری بکنن، خونشان هیچ اهمیت نداره. و یا موضوع سیوم، ما میتونیم میده بگوییم که شاید دستای باشه که نمیخواین موضوع افشا بکنن. بله. و در اخیر میشه پیامتون داشته باشیم؟ پیام ما ای است که ما فعلا در یک آستانه بسیار سیاه و گمراه و تاریخی ما قرار داریم. در این شب روز یک طرف گفتگوهای صلح است و طرف دیگه هم که کشورهای همسایه ما که متاسفانه بدبختانه سالیان زیاد بوده که بالای افغانستان حکمرانی کرده و خشونت بر افغانستان آورده، ظلم و ستم بر بالای مردم افغانستان آورده، جنگ به خانه به خانه مردم افغانستان همین کشورهای همسایه ما بوده که آورده، چون منافع شخصی از یا به جنگ داخل افغانستان است. زمانی که جنگ باشه اونا بیشتر مفاد میبرن. دیگه فعلا ما در جای قرار داریم که یک طرف خارجی ها قرار است از افغانستان خارج شوه و طرف دیگه هم قرار است که ما افغان ها سرنوشت خود، سرنوشت نظام خود، حکومت خود، ملت خود به دست خود بگیریم. بله. ولی خواستم ای است که از تمام طرف ها، خواستم ای است از خصوصا از نسل جوانی است که در این شرایط اگر ما در این شرایط اتحاد و اتفاق خود از دست بدیم، پراگ شبیم این رو بفهمیم که دیگر افغانستان به نام افغان در روی زمین وجود نخواهد داشت و ما هم هیچ وطن نخواهد داشتیم. همه ما یا کشته میشیم یا فرار وطن میشیم. ولی خواستم این است که در این شرایط ما خود، ملت خود، مردم خود و وطن خود نگاه بکنیم تا ما بتانیم که این روزهای سیاه را به نفع خود و ملت خود رقم بزنیم. انشاءالله که کامیاب و موفق شویم و امید یک افغانستان سربلند، آزاد و دور از تعصب و قمگرایی. بانو فوزیه سعیدزاده، خیلی خوشحال شدیم از اینکه شما را در برنامه با خود داشتیم. تشکر از شما. و حال میان برنامه داریم، در ادامه همراهی من کنید.